ما اکنون دو روز دیگر داریم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این بار هم مثل گذشته بحث درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در میان مخالفان و منتقدان به جمهوری اسلامی بالا گرفته. عده این انتخابات را مهندسی شده ترین انتخابات های دوران جمهوری اسلامی می خوانند و خواهان تحریم آنند و گروهی دیگر برانند که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و به روحانی رأی ندهند، آقای سید ابراهیم رئیسی معروف به آیت الله قتل عام که یکی از مجریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 است، برگزیده خواهد شد و این به زیان جامعه ایران خواهد بود. آیا منی شنیدید؟ آیا نگاه شما به این مسئله چگونه است؟ ای جناب مهری، من موضوع انتخابات رو در ایران از یک شاید نگاه دیگری یا از یک دریچه دیگری بهش می نگرم در این برخورد هایی که در این سالها وجود داشته که چه کسی بهتر از آن دیگری است یا کمتر بدتر از آن دیگری است، که یکی از گفتگوهای جاری در این 30 سال گذشته 30 سال گذشته بوده. به داوری من نقطه آغاز سخن ما باید بر این باشد که ما با یک انتخابات غیر دموکراتیک روبرو هستیم. اساسا این رو همه برش باور دارن، همه مخالفان جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تبعیض‌گراست و اگرچه این ادعا می شود که در دوران جمهوری اسلامی شمار شرکت کنندگان در انتخابات، چه انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری، از هر دوران دیگری در تاریخ ایران به طور نسبی بالاتر بوده، تنها شمار شرکت کنندگان در یک انتخابات گواه بر دموکراسی نیست، بلکه دموکراسی یکی از مهمترین مؤلفه های اون حق گزینش از سوی مردم است. یعنی مردم باید این حق رو داشته باشند که در انتخاباتی شرکت کنند که در این انتخابات نماینده‌ای رو که اونها در واقع می‌خواهند برگزینند، نه نماینده‌ای رو که حکومت برای اونها تعیین کرده. در جمهوری اسلامی مانند بسیاری از حکومت‌های غیر دموکراتیک دیگر در جهان، رژیم حاکم شماری از دستچینی از نمایندگانی که از سرند این نظارت استصوابی یا از سرند شورای فقیهان یا آخوندها رد شده است رو در برابر مردم میگذارند و میگویند اصغر و رحیم و اکبر و علی، به یکی از اینها رأی بدهید و بسیاری رو هم رد میکنند. در انتخابات مجلس که از این بالاتر است، بیشتر از 60-70% از نمایندگان رو رد صلاحیت میکنند. در هیچ کشور دموکراتیکی شما با چنین رفتاری روبرو نیستید. در کشورهای دموکراتیک هر کسی میتواند خودش رو برای کاری کاندید کنه و برود و ثبت نام کنه و مردم یا به اون رأی میدهند یا نمیدهند. بنابراین انتخابات در ایران از بنیاد غیر دموکراتیک است. قانون اساسی ایران یک قانون تبعیض‌گرا است. از این رو گفتگو بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، رأی دادن یا رأی ندادن به این کاندیدا یا آن کاندیدا، با این پیش درآمد همراه است که ما با یک گزینش غیر دموکراتیک روبرو هستیم. با این همه باید گفت که در یک جامعه‌ای که گزینش میان یک رشته کاندیداهایی است که حتی پیروزی اونها هم به دگرگونی یک ساختار غیر دموکراتیک نخواهد انجامید، در دوران‌های میتواند به سود دموکراسی، به سود سکولاریسم، به سود جامعه باشد، اما با شرایطی. ما در ایران با 3 انتخابات ویژه در دوره گذشته روبرو بودیم که چنین نوع انتخابی رو مقابل چنین نوع گزینشی رو در برابر مردم نهاد.
نخستین جنبش اصلاحات سال 67 بود، جنبش خرداد ببخشید، جنبش خرداد، جنبش دو معروف شد به جنبش دو خرداد، جنبش اصلاحات که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید. یک جنبش اجتماعی بود، یعنی گروه گسترده ای از کسانی که به جمهوری اسلامی نقد داشتن، بخش گسترده ای از مردم به روی آوردند و از کاندیدایی پشتیبانی کردند که مژده گشایش در جامعه میداد و در آغاز کار هم گامهایی در این راستا برداشت و سرانجام در برابر ولی فقیه واپس کشید و جنبش اصلاحات عملا با شکست روبرو شد. در این دوره میتوان گفت مردم یک اسبی در این میدان مسابقه این انتخابات غیر دموکراتیک برای شرط بندی داشتن، اگرچه گزینش آقای خاتمی انتخاب دموکراسی نبود، ولی به هر روی این جنبش اصلاحات یک گشایشی رو در جامعه وعده میداد و یک گشایشی رو هم به وجود آورد در آغاز کار و خیلی زود با شکست روبرو شد و اصلاح طلبان عملا تبدیل شدن به اصلاح طلبان دولتی. در دور دوم، یعنی نمونه دیگری از این نوع گزینش، هنگامی بود که آقای کروبی که رئیس مجلس بود و از ریاست مجلس کنار کشیده بود، حزبی رو درست کرد و با شعارهای تازه‌ای برای تغییر قانون اساسی پا به میدان گذاشت و یک جنبش اجتماعی نه در پشتیبانی تنها از آقای کروبی، بلکه در پشتیبانی از این شعار تغییر قانون اساسی مطرح شد و آقای موسوی هم رفته رفته به این کاروان پیوست و بحث اصلاح قانون اساسی رو مطرح کرد و جنبش سبز از درون این کوشش به وجود آمد. در واپسین شکست یا توطئه کودتای انتخاباتی و اون شورشی که مردم به خیابان ریختند و رأی منکور رو سر دادند، یک جنبش اجتماعی در گرفت. در اون انتخابات هم میتوان گفت که یک دلیلی وجود می داشت که مردم بروند و در این انتخابات با وجود گرفتاری هایی که هر دو کاندیدا، یعنی آقای کروبی و موسوی، داشتن، وارد این کارزار جنبش اجتماعی بشوند و دستاوردهایی هم این جنبش اجتماعی داشت و باز هم جنبش سبز با ناکامی روبرو شد. در دور سومی در این نمونه هایی که برای شما میگویم، در هنگام انتخاب آقای روحانی بود که ایشان یک مژده بیشتر نمیدادند و اون رفع تحریم بود، کاهش تنش میان ایالات متحده آمریکا غرب با ایران بود و مردم که از تحریم ها به تنگ آمده بودند، شاید در همون روزهای پایانی انتخابات بران شدند که در انتخابات شرکت کنند و پیامد این انتخابات برجام بود. اما دولت آقای روحانی و جمهوری اسلامی اساساً به رهبری ولی فقیه نه تنها از این برجام بهره‌ای نگرفتند، تنها بهره‌ای که گرفتن پول‌هایی بود که آزاد ساختند، ولی به کار گذشته خودشان که مداخله در امور کشورهای همسایه بود ادامه دادند و جنگ مذهبی خاورمیانه رو که یک سر اون داعش است و یک سر آن ایران، این رو دامن زدند. در یکی دو سال گذشته ما با پیدایش یک جبهه بسیار نیرومند میان دولت‌های عربی خلیج فارس، عربستان تا مصر، اسرائیل و دولت‌های غربی در برابر ایران روبرو هستیم. یعنی نه تنها اونها موضوع داعش رو باهاش روبرو هستند، بلکه با ایران هم روبرو هستند. این جبهه نیرومندی که به وجود آمده است، جبهه برای دخالت نظامی در ایران و حتی تجزیه ایران است. در این دوران موضوع اساسی که در برابر مردم ایران قرار دارد دیگر نه اصلاحات است، نه موضوع تغییر قانون اساسی که اینها همه مهم است، و نه حتی تحریم ها، چون اینها رو به هر حال دودی انجام دادن، بلکه پیدایش درایتی در میان سران جمهوری اسلامی، در میان سیاستمداران ایران، برای بیرون کشیدن ایران از این تنگنای بحران خاورمیانه، از این منجلاب
جنگ داخلی خاورمیانه و همسو کردن ایران با غرب است، با اروپا است، در حالی که ایران در این سالها خود رو با روسیه، با سوریه، با حزب الله، با جریان‌های رادیکال در یمن، در عراق و همچنین با کره شمالی همراه کرده. هر سوراخی که پیدا بکند در اونجا انگشت می‌کند و تصور می‌کند که در این کار می‌تواند موفق بشود. در یک سوی جهان کره شمالی می‌خواهد موشک بسازد برای زدن آمریکا، در این سوی هم هنوز سران جمهوری اسلامی می‌خواهند این انقلاب اسلامی رو که نزدیک 40 سال پیش آغاز کردن به سراسر جهان گسترش بدهن. و در این راستا در این جنگ مذهبی خاورمیانه ایران رو گرفتار کردن. موضوع اساسی ایران بیرون آمدن از این منجلاب است و بیرون کشیدن ایران از این درگیری های خاورمیانه است. در این انتخابات هیچ یک از کاندیداها چنین چشماندازی رو به مردم ارمغان نمیدهند. هیچ تفاوتی میانه آقای رئیسی و آقای روحانی در این سیاست نیست. ایرانیان سکولار دموکراتی مانند من و شما در این بازی سیاست ریاست جمهوری، جمهوری انتخابات ریاست جمهوری امروز ایران، ما نه تنها اسب برنده‌ای نداریم، یک قاطر چلاقی هم در برابر ما قرار ندارد که از اون پشتیبانی بکنیم. سرتاپا یک پارچه نیروهایی که در این انتخابات شرکت دارند هوادار سیاست آقای خامنه‌ای رهبر در مداخله، در ادامه مداخله ایران در امور کشورهای همسایه و جنگ افروزی و درگیری با کشورهای منطقه هستند. در این جای گفتگو نیست که کشورهای دیگر هم مانند عربستان و اسرائیل و دیگران سودای درگیری با ایران دارند، ولی ما به عنوان ایرانیان برای حفظ منافع ملی ایران باید خودمون رو از این تنگنای درگیری پاپس بکشیم، کناره بجوییم و ایران رو از این خطری که در برابر اوست، خطر جنگ و برای نخستین بار در تاریخ 100 سال گذشته چند پارچگی ایران، رها بکنیم. ولی من نمونه ای از درایت در این کارزار انتخاباتی نمیبینم. بنابراین راهی جز تحریم این انتخابات، راهی جز کنار کشیدن از این انتخابات در برابر کسانی که خودشون رو هوادار دموکراسی و سکولاریسم آینده ایران میبینند نمیبینند. و شوربختا که بسیاری به بهانه های واهی رأی سلبی و آقای روحانی برای اینکه مبادا آقای رئیسی انتخاب بشود از آقای روحانی پشتیبانی میکنند. و من برای من روشن نیست که در سپهر سیاست داخلی و خارجی چه تفاوت اساسی میان آقای رئیسی و آقای روحانی وجود داره. چه گلی آقای روحانی در این 4 سال به سر مردم زده است، چه آزادی هایی رو به روزنامه نگاران داده، تا چه اندازه کوشش برای آزاد ساختن رهبران جنبش سبز انجام داده، تا چه اندازه آزادی های سیاسی در ایران ایجاد کرده، تا چه اندازه گام برای بهبود روابط ایران با دنیای پیشرفته به وجود آورده، تا چه اندازه از این کارزار دخالت ایران در جنگ مذهبی خاورمیانه فعالیت کرده که ما بیاییم و به او امتیاز بدهیم و بگوییم که آقای روحانی یک سر گردن از این آقای رئیسی بهتر است. به نظر من شرکت در این انتخابات پیام بسیار نادرستی برای مردم ایران است. ممنونم آقای امینی. چون از انتخابات سخن به میان آوردید، اجازه بدهید که از این فرصت استفاده کنم و با توجه به آگاهی های گسترده تاریخی شما به تاریخ انتخابات همچنین بپردازیم، تاریخ انتخابات ایران. من در جای خونده بودم که اگر از انتخابات اشرافی در روم و یونان قدیم بگذریم، سنت انتخاب نمایندگان در دوران مدرن به آغاز سده 17 در انگلستان و سرزمین هایی که بعدها بخشی از ایالات متحده امریکا شدند باز می گردند. در ایران ما این اندیشه انتخاب نمایندگان
برگزیده مردم یا ملت نخست بار بعد از فرمان مشروطیت در 1285 خورشیدی درست 111 سال پیش شروع شد. ممکن است برای بینندگان شمه ای از چند و چون انتخابات اولیه در ایران و تغییرهایی که در همان سالها در این انتخابات ها روی داد توضیح بفرمایید آقای امینی. بری جناب موری، برای اینکه موضوع انتخابات در ایران، موضوع اصلا پیدایش مجلس شورای ملی تا حدودی روشن بشود، باید به نابرابری های پیشینه سیاست در ایران با اروپا اشاره کنیم. ما به فرمان مشروطه و مجلس مشروطه در یک بستر بسیار ناتوانی دست یافتیم. یعنی در اروپا شاید 200 سال 250 سال پیش از پیدایش نظام های پارلمانی، یا دست کم 150 سال در برخی از کشورها، ما با ساختارهای صنفی روبرو بودیم. یعنی اصناف اتحادیه داشتند، جمع می شدند، اصلا اصناف به وجود آمده بود، گروه های صنفی شکل گرفته بود و از دل این گروه های صنفی موضوع نمایندگی مطرح شد. حتی اگر برگردیم به ماگناکارتا، خیلی سالها پیش از سده 17 هم که اشاره کردید، در واقع یک رشته گروه های دارای منافع در این کشورها شکل گرفته بود، در برخی از کشورها، همه جا نه. در همین سرزمینی که بعدها ایالات متحده آمریکا شد، در اون واحدهایی که تحت الحمایه یا کلونی های 13 گانه بریتانیا بودند، در برخی از اونها اصناف واحدهای صنفی به وجود آمده بود و این گروه های صنفی برای حقوق خودشون دسته تشکیل میدادند و رفته رفته احزاب به وجود آمد در بسیاری از کشورهای مدرن جهان، بر پایه همین حقوق صنفی، گروهی و طبقاتی. سرانجام ما در ایران با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم. سنت گرد هم آمدن یا سازماندهی در ایران وجود نمی داشته. شاید بتوان گفت دستبندی ها و گروه کنار هم آمدن هایی که در ایران وجود می داشته، خانقاهی یا دسته های اخوت و چیزهایی از این دست بوده. نخستین بار که کوششی در ایران برای ایجاد یک دسته سیاسی نیمه حزبی به وجود آمد، البته شکل حزبی هیچگاه نیافت، کوشش میرزا مرکم خان با اجازه ناصرالدین شاه برای ایجاد فراموشخانه بود بر مدل فراماسونری. یک گروه فراماسون نبود، ولی یک گروه همرنگ بود، یک گروه همسو بود، هم پیمان از میان کسانی که با هم میاندیشیدند برای یک چشمانداز دیگری. ما این سنت رو در ایران اساساً نداشتیم و بیشتر گروه هایی که در ایران صورت همپیمانی به خودشون در گذشته می گرفتن، بیشتر جنبه مذهبی و یا کوشش برای حفظ اون گروه به صورت محرمانه داشتند، مانند مثلا دوره اسماعیلیه یا گروه های دیگری که وجود می داشت. بنابراین در دوران مدرن ما در ایران بر یک بستر احزاب یا بر یک بستر گروه های صنفی به مجلس مشروطه دست نیافتیم. با این همه مجلس مشروطه، یعنی اون نظامنامه انتخابات، ایران رو تقسیم کرد، یا ببخشید نمایندگان مجلس رو تقسیم کرد به 6 گروه و بنا شد از این 6 گروه صنفی، شاهزادگان، روحانیون، اصناف و غیره، نمایندگانی به مجلس راه پیدا بکنند. 156 نفر رو پذیرفتن، 96 نفر از شهرستانها، 60 نفر از تهران، اینها نمایندگان مجلس شورای ملی بشوند و مجلس شورای ملی در همان سال 1385 نخست در کاخ گلستان، در هنگامی که مظفرالدین شاه در بستر بیماری بود، گشایش رافت و سپس در خانه‌ای که خانه سپهسالار بود در کنار مسجد و مدرسه سپهسالار، و این رو میرزا مهدی خان شقاقی برای سپهسالار ساخته بود،
یا طراحی کرده بود، این در اونجا در واقع مجلس مشروطه تشکیل شد، همین جایی که بعدها شد عدل بهارستان. مظفر. بله بعدها این رو بعدها اندکی پس از اون ساختن. مجلس اول مشروطه با وجود اینکه هیچ پیشینه گروهی و سازماندهی در ایران وجود نمی داشت، روی هم رفته خوب کار کرد، تا اینکه مجلس رو محمد علی شاه به توپ بست و پس از اینکه محمد علی شاه رو شکست دادند و در تیر ماه 1288 تهران رو بر تهران چیره شدند، برای دوره کوتاهی مجلسی به نام مجلس انقلابی به وجود آمد. این مجلس موقت، این مجلس نزدیک 300 نفر بود، ولی از اینها یک دیرکتوار انتخاب کردند، ولی خیلی زود مجلس دوم شکل گرفت و در مجلس دوم برای نخستین بار اندیشه ایجاد احزاب سیاسی رو نایب السلطنه ناصرالملک از بریتانیا آمده بود، نخستین فارغ التحصیل آکسفورد بود در ایران، نخستین فارغ التحصیل ایرانی آکسفورد بود، او در واقع در سخنرانی گشایش مجلس طرح ایجاد احزاب رو مطرح کرد و دو فراکسیون در مجلس درست شد. فراکسیون حزبی البته واقعا صورت حزبی نداشت و افراد وابستگی حزبی جدی نداشتند. این رو عبدالله مصطفی خیلی قشنگ در زندگی نامه خودش میگوید که از او خواسته بودند، که البته سالهای پس از اون، که یک حزب سوسیال درست شده بود و میگفت که از منم خواستن به این حزب بپیوندم، حزب سوسیالیست، و گفته بود من فوقدار زمیندار هستم. گفتن مانعی نداره بپیوندید. هیچ واقعا یک تعلق ایدئولوژیک نظری و برنامه‌ای به این احزاب وجود نمی داشت. مجلس سوم هم، مجلس اول و دوم و سوم روی هم رفته، مجلسی بود که در یک شرایط نیمه دموکراتیک نمایندگانش انتخاب شده بودند. البته مردم حضور گسترده‌ای نداشتند. نوع انتخابات به گونه‌ای بود که بیشتر مردم در این انتخابات شرکت فعال نداشتند. ولی به هر روی سپس ما با انتخابات مجلس چهارم روبرو شدیم که در دوران نخست وزیری بوسوق دوله بود و در اون هنگام البته برای این مجلس چهارم رو بعد از یک دوره فترت طولانی انتخابات دوره چهارم رو برگزار کردند که بتوانند قانون یا پیمان 1919 رو تصویب کنند که با شکست روبرو شد و مشیر دوله این انتخابات رو لغو کرد و دوباره انتخابات مجلس چهارم رو آغاز کرد. تا انتخابات مجلس پنجم، این در واقع نخستین دوره انتخابات در ایران به شمار می آید. جناب آقای امینی، از انقلاب مشروطه تا پایه‌گذاری مجلس مشروطه در ایران تا پایان دوران پهلوی 24 دوره مجلس شورای ملی داشتیم و یک مجلس عالی که به آن اشاره کردید. بله. آیا می توان این 24 مجلس را به چند دوره متمایز تقسیم کرد؟ در ضمن آیا دو مجلس مؤسسان هم جزء این 24 مجلس است؟ خیر، اونها مجلس مؤسسان است. یعنی ما دو مجلس، در واقع می توان گفت ما سه مجلس مؤسسان داشتیم. دو مجلس مؤسسان رسمی و یک مجلس مؤسسان غیر رسمی. نخستین مجلس مؤسسان غیر رسمی اون مجلسی است که برای نوشتن نظامنامه انتخابات به وجود آمد، که در واقع باید گفت مجلس مؤسسان مشروطه بود. قانون اساسی بنیادش در اونجا طراحی شد، یا نظامنامه مجلس که شد بنیاد همون قانون اساسی پیش از انتخابات مجلس اول در اونجا تنظیم شد. ولی دو مجلس مؤسسان رسمی در ایران داشتیم. یکی مجلس مؤسسانی بود که در پایان سال 1304 در نیمه دوم، در واقع می توان گفت در پاییز، پایان پاییز آغاز زمستان 1304، برای انتقال پادشاهی به پهلوی تشکیل شد، و دیگری مجلس مؤسسانی است که در سال 1328 برای تغییر چند ماده در دوران محمد رضا شاه تشکیل شد. اینها مجلس مؤسسان این دوره بود. 24 مجلسی که اشاره کردی در دوران
مشروطه و پهلوی، اینها رو میتوان اساساً به 4 دوره تقسیم کرد. اساساً یکی آن 5 دوره نخست مجلس های شورای ملی است که دوره پنجمش همراه میشود با فراز رضا شاه به سوی پادشاهی و مجلس پنجم است که رأی میدهد به پایان و انقراض قاجاری، ماده واحده معروف، و عملا مقدمات پادشاهی رضا شاه رو فراهم میکنه. این دوره دوره پیش از پهلوی است، یعنی دوره فرمان مشروطه تا آغاز دوره پهلوی است که تا حدودی میتوان گفت مجلس اگرچه دموکراتیک به مفهوم امروزی کلمه نیست، ولی نفوذ دولت در واقع مجلس رو تشکیل نمیدهد. نفوذ محلی، نفوذ قدرتمندان اینجا و اونجا، در به ویژه مجلس پنجم، ارتشیان، نیروی نظامی، اینها در رأی گیری های محلی تأثیر داره، ولی روی هم رفته باید گفت که ما با مجلس روبرو هستیم، با همه گرفتاری هایی که این مجلس داره. مجلس ششم تا مجلس دوازدهم، حتی میتوان گفت سیزدهم، عملا مجلس دوران رضا شاه است. البته مجلس ششم هنوز رضا شاه استوار نشده و در پژوهش های تاریخی بیشتر مجلس هفتم تا مجلس دوازدهم رو مجلس رضا شاهی قلم داد می کنند. مجلس ششم هم در واقع در دوران پادشاهی رضا شاه است و گروهی چند تنی در تهران و شهرستان ها از میان مخالفان رضا شاه و حتی کسانی که رأی مخالف به ماده واحده داده بودند به مجلس ششم راه یافتند، از جمله زنده یاد محمد مصدق، مدرس و خیلی های دیگر که مخالفان انتقال پادشاهی، پایان پادشاهی قاجار بودند در اون ماده واحده مجلس پنجم، به مجلس ششم راه یافتند. ولی از مجلس هفتم انتخابات دیگه مهندسی شد. حتی در انتخابات مجلس هفتم تا مجلس در انتخابات مجلس هفتم تیمورتاش گفته بود که در هیئت نمایندگی 12 نفره تهران خوب است 6 نفر از ملتی ها باشند، یا اونهایی که مردم قبول دارن، لیست هم داده بود، و 6 نفر هم دولتی باشند. مجلس ششم تا 12 دوران پادشاهی رضا شاه است. مجلس 13 هم انتخاباتش در دوران ماه پایانی پادشاهی رضا شاه برگزار می شود، ولی در واقع مجلس دوره بعدی است و این دوره شهریور 20 تا 28 مرداد است که مجلس 13 رو تا مجلس 17 رو در بر میگیره و این دورانی است که باز مجلس یک صورت پارلمانی پیدا میکنه، اگرچه در این دوره هم باز دخالت دولتی و نیروهای محلی و نیروهای سیاسی در گزینش نمایندگان نقش بسیار زیادی داره، همچنین فساد، ولی روی هم رفته گروه های سیاسی مخالف یکدیگر به مجلس راه پیدا می کنند و در مجلس درگیری های سیاسی جدی روی می دهد و به گومگوهایی که صورت می گیرد واقعی است. از مجلس 18 تا مجلس 24 اساسا مجلس باز به صورت مجلس 7 تا مجلس 12 باز می گرده که از بالا در واقع مجلس تعیین می شده و نمایندگان اگرچه فرمایشی نبودند، ولی نمایندگانی بودند که مهر می‌زدند به آنچه که دربار تصمیم می‌گرفته. آقای امینی، اسم آقای تیمورتاش رو آوردید، مرحوم. بله. جزو این اسنادی که شما از دوران‌های مختلف مجلس در اختیار دارید، یک متحد المعالی است به امضای همین بله، ایشون بر من فرستادید، من اگه موافق باشین 2-3 خطشو بخونم. بله که بله. نشون بله. میده که در اون دوره انتخابات چگونه انجام میشده. بله. متحد المعال یعنی بخشنامه. بله. این تاریخش هم بفرمایید، مال 1109 است. 1109، بله. حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست وزرا، وزارت جلیله داخله
طبق اوامر ملوکانه در قسمت انتخابات دوره هشتم انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می‌دارد. طبق صورتی که ارسال گردیده باید جدیت لازمه به عمل آورید که این اشخاص جهت مجلس هشتم انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری علاقمند هستند که باید اشخاص منفصلت المندرجه در صورت لف باید به هر قیمتی برای همیهنانی که شاید با این واژه های عربی آشنا نیستن توضیح بدید که این به چه معناست. خب اون که منفصلت المندرجه یعنی اسامیشون جداگانه. بله در فهرست پیوست. بله بفرمایید. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادر شود مقصر بدیهی است مورد بیمیلی اعلی حضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروحه ذیل راپورت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید. او سپس می نویسد یک، در صورتی که جهت انجام توان لازم جهت انجام این ماموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظه حکم تا 48 ساعت از خدمت استعفا بدهید. دو، اشخاصی که باعث نکس و به علاوه در صدد هستند که نماینده به میل خودشان انتخاب کنند، از عملیات آنها جلوگیری به عمل آورید. در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند، فوراً آنها را تبعید نمایید. این 1, 2, 3, 4, 5, 6 همه جور میاد تا آخر. خب خیلی جالبه دیگه. ببینید نشان میده که دیگه در سال 1309 این خودکامگی به جایی رسیده که وزیر دربار آقای تیمورتاش، مردی که شاید 6-7 سال پیش از اینکه اصلا نشانی از 5-6 سال دست کم پیش از اینکه نشانی از رضا شاه در سپهر سیاست ایران وجود داشته باشه و تیمورتاش نام او رو شنیده باشه، نامه نوشته به تقی‌زاده که شما به ایران بازگرد که ما با هم حزب لیبرال دموکرات ایران رو بنا کنیم، دستور میدهد که فهرستی رو که ما برای شما، سیاهی رو که برای شما فرستادیم، این سیاه رو از صندوق رأی در بیارید و اگر هم دوست ندارید این کار رو انجام بدید استعفا بدید از کار خودتون. این بخشنامه است که به وزارتخانه های تابع وزارت کشور در شهرستان ها و استان های ایران فرستاده می شود و دستور صریح است که این آدم ها باید از صندوق رأی بیرون بیاد. ما دست کم نزدیک به 100 سند در این زمینه امروز در دست داریم که نشان می‌دهد که چگونه اصلا انتخابات برگزار می‌شده و برخی از اونها حتی جنبه واقعا شوخی داره، یعنی آدمی رو انتخاب می‌کردن و سپس تصمیم می‌گرفتن که این آدم از چشم دولت افتاده و حالا باید به یه گونه این صورت مجلس کمیسیون انتخابات رو تغییر بدهند، یه راه‌های پیدا می‌کردن، یه شغلی به اون آدم پیشنهاد می‌کردن و آدم دیگری رو که کمتر رأی آورده بود به جای او انتخاب میکردن یا انتخابات ویژه برگزار میکردن. و طبیعی است که مجلس در این دوران کاملا تابع دستور دولت بوده و هیچ نوع نمونه ای از این که در این دوران ما یک شاهدی داشته باشیم که کسی آمده و مخالفتی با ماده یا کاری کرده باشه رو نمیبینیم. و خب این پایان در واقع مشروطه است، پایان نظام پارلمانی است. صورت پارلمانی همچنان باقی مانده ولی این صورت پارلمانی دیگر اون روح و روان و بنیاد یک نظام پارلمانی رو در خودش نداره. آقای امینی، اشاره کردیم به مجلس و انتخابات دوران رضا شاه. بله. در نوشتهای تاریخی و به ویژه از سوی منتقدان به پادشاهی رضا شاه اشارات زیادی شده به مهندسی شدن
این انتخابات ها. این اشارات اندازه درست است. آیا شما جنبه مثبتی هم در این مجالس، مجلس ششم تا دوازدهم میبینید؟ در ضمن اگر ممکن است بفرمید که آقای عبدالملک دادگر که طولانی ترین دوران ریاست مجلس رو داشت چه وضعی پیدا کرد؟ در باید صحبت بفرمید که ممکن. ببینید چند نکته بر روی حالا مثبت نمیتوان گفت ولی اشاره کردنی وجود دارد. نخست این است که در این دوران به هر روی یک رشته تصمیم ها مجلس گرفت که در پیشرفت ایران نقش داشت. البته اینها کارهایی بود که رضا شاه میخواست انجام بدهد. رضا شاه و پیرامونیان، تیمورتاش، داور و دیگران میخواستن انجام بدهند و مجلس اونها را تصفیه کرد. هرچه از مجلس ششم دور میشویم و به مجلس دوازدهم نزدیک میشویم، این جنبه مشورتی و رایزنی درون مجلس در برابر آن چیزهایی که دولت میخواسته انجام بدهد و مجلس اونها رو تصفیه میکرده به کاهش پیدا میکنه و بیشتر جنبه مهر نهادن بر خواسته های دولت در مجلس چیره می شود. مثلا در مجلس ششم که هنوز یک گروهی از مخالفان دولت نماینده بودند، مانند مصدق، مدرس، مشیر دوله و دیگران، طرح اختیارات ویژه برای داور و انحلال عدلیه با مخالفت روبرو میشه، درگیری و بحث به وجود می آید و سرانجام تصویب میشه. ولی ما میبینیم که در اون دوران هنوز ما با یک نمونه هایی از گفتمان پارلمانی در این ایران روبرو هستیم. هرچی از این دوران دور میشویم مجلس بیشتر جنبه رسمی کردن دستورهای پادشاه رو داره. ولی آنچه که باید گفت دست کم مثبت در این دوران در این است که در اوج خودکامگی در ایران، در اوج فرمان روایی رضا شاه، هنوز صورت قانونی مسئله رو در ایران حفظ میکنند. یعنی همچنان همه هر دو سال یک بار انتخابات برگزار میشود، همچنان لوایح به مجلس میرود، مجلس رأی میدهد و وزیران اون رو اجرا میکنند، اگرچه همه اینها دستورهای از بالاست، ولی جنبه قانونی یا صورت حقوقی مسئله در ایران حفظ میشود و این یکی از دستاوردهای دورانه مشروطه است که ما دست کم صورت حقوقی، صورت ظاهری حقوقی رو در ایران حفظ کردیم. ولی جنبه منفی اون در این است که مجلس عملا مجلس فرمایشی است، مجلسی است که دستورهای دولت رو اجرا میکنه و کسی توان اعتراض نداره. دادگر در واقع کسی است که عبدالملک دادگر بیش از هر کس دیگری در چه این دوران چه دوران پس از اون در ریاست مجلس نقش داشته و آدمی است که در هر همه دوره‌ها رئیس مجلس بوده، به جایی میرسد که خود او هم در می‌یابد که زمان آرامش روابط او با رضا شاه به پایان رسیده و از رضا شاه به بهانه بیماری و گرفتاری اجازه میخواد که به خارج برود و رضا شاه به او اجازه میدهد و به خارج میره و دیگه باز نمیگرده و در اروپا زندگی میکنه و کسی است که دست کم در پنج دوره مجلس ریاست مجلس رو در دست داشته و میتوان گفت که او و مهدی قلی هدایت که طولانی ترین نخست وزیر دوران رضا شاه بوده همراه با داور و تیمورتاش طولانی ترین زندگی های سیاسی رو در دوران رضا شاه داشتند. آقای امینی، به زودی ازتون درخواست خواهم کرد که درباره مردان عصر رضا شاه صحبت بکنید، درباره تیمورتاش و و و اشخاصی که به هر حال تأثیر داشتن در ساختمان جدید. آقای امینی، بعد از شهریور
ایران اصلا یک حالت دیگری پیدا میکنه. اولا به مدت 5 سال ایران مورد تاخت و تاز نیروهای خارجی بود و تا پایان زمامداری زنده یاد مصدق سال 1332 وضع مشروطیت و وضع مجالس دگرگون شد. حالا نه تماما در جهت مثبت، بلکه به هر حال نظرگیر شده بودش. ولی نظر شما رو ما می‌خوایم. ببینید، از درسته که مجلس 13 انتخاباتش در دوران رضا شاه انجام شده بود و نمایندگان از پیش دستچین شده بودند، حتی در اون مجلس 13 هم ما نشانی می‌بینیم که بار دیگر نمایندگان یه رشته آزادی‌هایی رو که نداشتن به دست آورده بودند. ولی از انتخابات مجلس 14 تا پایان زمامداری مصدق مجلس 17 مجلس در ایران دوباره صورت مجلسی پیدا میکنه. اگرچه بسیاری از نمایندگان از راه نفوذ یا پول یا فساد یا روی برنامه ریزی به مجلس راه پیدا کردن، ولی به هر روی ما در مجلس با دستبندی های رسمی سیاسی یا غیر رسمی سیاسی روبرو هستیم و مصوبات مجلس به طور جدی مورد بررسی قرار میگیره. یعنی این گونه نیست که دولت دستور بدهد و مجلس تصویب بکنه، و حتی جایی که دولت در مواردی کنار میآید، مانند پیمانی که ساعد با نماینده شرکت نفت ایران انگلیس بسته بود، کنار آمده بود، اون لایحه الحاقی که اون امضا کرده بود، مجلس زیر بار او نرفت و سرانجام کمیسیون ویژه نفت اون رو رد کرد و طرح ملی شدن سند نفت رو تصویب کرد. یا خیلی از طرحهایی که حتی رزمارا در اوج قدرت برای تصویب به مجلس میفرستاد، مجلس رأی نمیداد. روی هم رفته باید گفت که در این دوره 12 ساله مجلس شورای ملی زنده شد با همه ناکامی ها و نامرادی هایی که نظام پارلمانی در ایران داشت. ما بار دیگر یک نظام پارلمانی در ایران داشتیم، به ویژه از سال 1330 از آغاز زمامداری مصدق که این همون است که دموکراسی ناقص مینامند. بله، این البته واژه دموکراسی ناقص که خیلی هم من به کار بردم، دیگران هم به کار بردن، نخستین بار حزب توده به کار برد در یکی از روزنامه های خودش و این مورد پذیرش قرار گرفت. یک نوع دموکراسی ناقص در این دوران بود. این دوران یک کارزار پارلمانی که به طور واقعی در شهرستان ها هم روی میداد، یعنی نمایندگان برای انتخاب با یکدیگر وارد کارزار انتخاباتی میشدن و دولت توانایی وجود نداشت که بتواند از همه شهرستان ها از صندوق های رأی نمایندگان خودش رو بیرون بیاورد، ما با یک ساختار سیاسی نو در ایران روبرو شدیم که گروه‌بندی های مختلف به مجلس راه پیدا می کردن. حتی در دورانی که حزب توده غیرقانونی شده بود، هنوز نمایندگانی در مجلس بودند که 3 دقیقه وقت داریم، به معنای سمپاتی به حزب توده داشتن. یکی از کارهای بسیار ویژه‌ای که در این دوران انجام شد و واقعا باید گفت یک گشایشی هم در حوزه بیداری مردم، آگاهی سیاسی مردم ایفا کرد، در این بود که در اندکی پس از آغاز نخست وزیری، دکتر مصدق دستور داد که مذاکرات مجلس به طور زنده از رادیو پخش بشود و حتی در میدان بهارستان بلندگو گذاشته بودند و مذاکرات مجلس در میدان بهارستان پخش میشد و مردم جمع میشدند یا پای رادیو یا در همین بلندگو به اون گوش میدادند و این یک پدیده تازه‌ای برای مردم، سراسر خیابان ری بلندگو گذاشته بودند اون موقع. و این خب برای مردم واقعا یک رو بیداری بود. یعنی اصلا مردمی که در احزاب سیاسی کمتر شرکت داشتن، در زندگی سیاسی کمتر شرکت داشتن، خب در تمام این دوران با پدیدار شدن روزنامه ها، با ایجاد احزاب سیاسی و اینک با به طور زنده گوش دادن به مذاکرات مجلس و درگیری هایی که در مجلس روی میداد، یک نوع جنب و جوش سیاسی پر از بیداری در میان مردم ایجاد کرد. امروز برای ما شاید انقدرها این جذاب نباشد، مایی که با اینترنت به طور ثانیه‌ای با اخبار روبرو هستیم، در همین زندگی پیرامون ما نزدیک به 100 کانال
فارسی زبان وجود دارد، غیر دولتی، رادیویی و تلویزیونی غیره. ولی در اون دورانی که تنها راه دستیابی به این آگاهی‌ها از همین روزنامه‌ها بوده و رادیو، یک دونه رادیو هم در ایران بیشتر نبود، رادیو ایران، رادیو دولتی که در اون هنگام فقط یک بخش فارسی و یک بخش کوچکی به ترکی داشت، هنوز بخش کردی راه نیافتاده بود. این است که کار بسیار بسیار مثبتی بود که برنامه‌های مجلس رو از رادیو پخش می‌کردن. از 28 مرداد به این سوی، البته تا زمان انقلاب دیگر باز مجلس صورت فرمایشی پیدا کرد. یک دگرگونی، این رو در پایان بگم، یک دگرگونی بسیار بسیار اساسی که در تاریخ 111 ساله پارلمان در ایران صورت گرفت در جنبش 88 بود که مردم در به خیابان ریختند و با شعار رأی من کو برای نخستین بار پس از اون دوران آغازین مشروطه مالکیت صندوق رأی رو اعلام کردن. البته به انجام نرسید، شکست خورد این جنبش، ولی واقعیت این است که گروه گسترده میلیون ها از مردم آمدن و گفتن که این صندوق رأی از آن ماست، دولتی نیست، رأی ما کو، کجاست اون رأیی که ما به صندوق ریختیم. و این یک بیداری بزرگی در جامعه ایران بود که من فکر میکنم سرانجام به بار خواهد نشست. آقای امینی، در اون زمان من در رادیو صدای ایران بودم. بله. و بارها با شما در آن روزها پیرامون این جنبش سبز گفتگو داشتیم. شما در یه برنامه، شاید هم در چند برنامه، گفتید که این شعار رأی من کو گواه آن است که برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطه، بله، و مجلس آزادتر اولیه، مردم مالکیت صندوق رأی را از آن خود کردند. خیلی ممنونم. با سپاس از شما آقای امینی عزیز، موفق‌تر باشید. و با سپاس از هممیهنان گرامی و تشکر می‌کنم از از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روزتون خوش.